امسال توی جشنواره 37 که دو تا کار داشتیم، متری 6.5 و جاندار، درست میگم؟ بله دو تا. حتما خودتون در جریانش هستین که نقشاتون خیلی شبیه به هم و نزدیک به هم تقریبا توی مود و حال و هوا بودن. دلیل خاصی داشته که دو تا فیلمم تو این تم بازی کرد؟ دلیلش نه، به دلیل خاصی نداشته. من به عنوان کاراکتر به قضیه نگاه کردم که خودم واقعا اشتباه کردم، یعنی فکر کنم باید یه ذره با دقت بیشتری نقشامو انتخاب کنم، ببخشید. و دلیلی نداره من توی دور جشنواره یهویی دو تا یا سه تا کار تراژدی که، یعنی چطور شد پارسال که این دو تا رو شبیه به هم انتخاب کرد؟ منش متر 6.5 اول صحبت کردم، یعنی خب یک سال طول کشید تا متر 6.5 دوباره راه بیفته و دوباره سال گذشته ما در مورد متر 6.5 صحبت کردیم، اون هنوز جاندار اتفاق نیفتاده بود. این بازیتون تموم شده بود تو متر 6؟ نه نه، تازه شروع شده بود، صحبت کردیم ولی یک سال پروژه متوقف شد اگه اشتباه نکنم، یا یک تایم طولانی، حالا نمیخوام آماره اشتباه بدم، عقب افتاد. بعد دوباره که خواستن که من برم برای همکاری، اگر همکاری میکنم بهشون اعلام کنم، من رفتم و دیدم خب فیلمنامه بازنویسی شده، قبلا سکانس های بیشتری بود این کاراکتر ولی چون به من فیلمنامه ای ندادن برای خوندن به دلیل بازنویسی، سکانسی رو که به شبی رو که من فرداش آفیش بودم، البته که من با اعتماد به سعید روستایی رفتم توی این کار، شب آفیشم من سکانسی رو که باید بازی میکردم خوندم. یعنی قبلش در جریان نبودی؟ نه متاسفانه فیلمنامه به من نداده. میشه به هفتگ اعتماد کنین، این حواشی رو روشن کنین که خودتون نارضایتی داشتین بعد از اینکه حالا متر 6.5 رو رفتین؟ حواشی نیست، من فکر کنم به دلیل اینکه الان داشتم به یکی از همکاراتون میگفتم تو مسیر که میومدی، من به دلیل اینکه خیلی آدم صبوریم و واسه صبرم زیاده، به خاطر همین اتفاقاتی که برام پیش میاد سعی میکنم با صبوری یا حل کنم یا فکر کنم شاید من دارم مطب خشاش میزنم چیز مهمی نیست و سکوت میکنم. به خاطر همین من چون یک بازیگریم که مدام دور از حاشیه بودم، وقتی یک اعتراضی میکنم یا راجبه یه چیزی توی پیج شخصی خودم یک استوری چیزی میذارم، یه دفعه انگار بم ترکیده و واقعا انگار همه یه واکنش نشون میدن که انگار یه کار غریب اتفاق افتاده، کما اینکه تو سینما یا تو تئاتر تو خیلی جاها ما داریم میبینیم بازیگرها هنرمندان کلا چجوری اعتراضشون رو نسبت به همدیگه بیان میکنن. من به عنوان یه هنرمند اگر آزادی بیان نداشته باشم، اگر آزادی و اختیار عمل در مورد تصمیمات خودم نداشته باشم که ببخشید دیگه هنرمند نیستم، که من تو پیج شخصی خودم گلایه کردم از خودم، یعنی اولین کسی که باید شاکی باشه خودمم، پس من گلایه کردم از خودم که پشیمونم، از باید دقت بیشتری بکنم از انتخاب. حتی من ذکر کردم من باید احترام بذارم اول به خودم و بعد به دیگران. من یه هنرمندم، مصاحبه قبلی هم گفتم من اگر تظاهر کنم که حالم خوبه، یعنی یه آدم دروغو هم، من حالم خوب نیست. من بعد از این پروژه، بعد از اینکه فیلم برداریم سر کار متر 6.5 تموم شد، واقعا حالم بد بود، کما اینکه حال بدیم من از شب فیلم برداری به دستیارها و برنامه‌ریز انتقال دادم، میتونن شهادت بدن به این قضیه که من حتی نمیخواستم دیگه واقعا سر اون کار برم، من حال بدیم انتقال دادم، اما معرفت به خرج دادم و معرفت گذاشتم به دلیل اینکه احترام قائلم برای سعید روستایی به عنوان یک جوان زحمتکش، به عنوان یک کارگردان خوب و به عنوان کسی که سالهاست قبل از اینکه کارگردانی سینما رو به این شکل حرفه‌ای شروع کنه ما با هم دوست بودیم و در فیلم کوتاه ایشون من باشون همکاری داشتم، من حال بدی خودم رو انتقال دادم. من بعد از فیلم برداری هم حال بدیمو انتقال دادم. من سر همین که فیلم رو بهتون نداده بودم؟ نه، و فیلمنامه که نداده بودن که یه بحث جداست که حالا بازنویسی میخواستن بکنن، من به سعید روستایی اعتماد کردم و رفتم سر این کار. اینکه سکانس ها کمتر بود و اون چیزی که قبلا تیک کرده بودیم، اونم که قبلا اونم دیگه وقتی رفتم دیگه پذیرفتم که رفتم دیگه، درسته. من یادمه که پارسال 3 تا سکانس بود و کم شد یه سکانس، اشکالی نداره، من یه تو صد مبرم یه سکانس بازی کردم ولی با همون سکانس
کاندید سیمرغ شدم، با همون یه سکانس کاندید گلدن گلوبال مالزی شدم، با همون یه سکانس کاندید منتقدین محترم خانه سینما شدم. برام حجم نقش میگم مهم نیست، اشکالی نداره، منتها وقتی من به عنوان یه بازیگر برای یک گروهی معرفت به خرج میدم، میام توی یک نقش کوتاه که میبینم روز اکران کوتاه‌تر هم شده، یعنی من برای اون یه سکانس 6 جلسه تقریبا سر کار بودم، شاید در طول فیلم 2 دقیقه هم نبود، 1 دقیقه هم نبود حضور من، ولی باز هم از اون گله‌ای ندارم. من میگم وقتی من دارم به عنوان یک بازیگر با معرفت میام سر کار تو و وقتی من دارم انرژی میذارم برای گروه و وقتی من دارم با دل و جون و همه شاهدن که من با دل و جون برای کار تو بازی میکنم، این کمترین انتظاریه که یک بازیگر انتظار داشته باشه فقط تو یک خبر، نه تو همه خبرها، نه یه همه هشتگ‌ها، نه، فقط تو یه خبر، حتی اگر پیج خصوصی خودت باشه آقای کارگردان، اسم گیتی قاسمی رو به عنوان بازیگر کار بزنین. این خیلی بی احترامی بزرگیه. من از مباحث مالیم صحبت نمی کنم، از وعده و ایده و قولها صحبت نمی کنم، من فقط دارم میگم من گیتی قاسمی که توی این سینما با اولین ورودم با ویلایی ها و صد معبر کاندید سیمرغ شدم، با یه سکانس، با 2 سکانس، وقتی خودم رو تونستم یک به یک شکل حتی ضعیف تثبیت کنم توی این سینما، پس یک جایگاهی دارم. یک شناقه روستایی گویا ناراحت شدن چون دستیارشون به من گفتن که ایشون پیام دادن و ناراحتیشون رو ابراز کردن، حالا جمله رو نمیخوام بگم، ولی من از روزی که فیلم تموم شد تا هر روز به بچه ها انتقال میدادم، میتونم بگم هر روز یه روز زمین بچه های پشت سرم میگفتم بچه ها من پوستر رو دارم میبینم، من دارم خبرها رو میبینم، چرا هیچ اسمی از من نیست؟ میگفتن امروز فردا نه نمیشه، یا تهیه کننده مسئولشه، یا خب من اگر نگفته بودم، اگر یک هفته در این حق شما بود، با اینکه حالا نقش کوتاهی داشتین اسم شما حتما باید باشه. من فکر میکنم کسی که یک جایگاهی توی سینما، کسی سینما رو اصلا فراموش کنین، من یک بازیگر حداقل میتونم بگم صاحب اسمم توی تئاتر، من اصلا نمیخوام از خودم تعریف کنم، ولی به هر حال هر کس که تئاتر بینه منو میشناسه. من 16 تا جایزه بازیگری توی تئاتر دارم که همشون اعتبار خاص خودشون دارن. به هر حال کاندید سیمرغ شدم. من میخوام ببینم اگر بازیگر دیگری جای من بود و از اهالی سینما، نه بچهای تئاتر، کسایی که اسمشون رو سلبریتی میذارن همه مردم و من واقعا عقده این سلبریتی شدن ندارم، ولی واقعا سلبریتی باز نباشی. من هم به عنوان یک انسان به اندازه خودم و به اندازه حقم جاه طلبم و این چیز عجیبی نیست. وقتی من اعتراضم رو یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار اعلام میکنم، من حق دارم به عنوان یک بازیگر اسمم توی عوامل کارتون باشه. الانم باز میگم گله اصلی از خودمه که باید با دقت بیشتری کارامو انتخاب کنم، باید بدونم مثلا از این بعد باید بفهمم نقش به کجا قراره کشیده بشه، چه جوریه و چقدر احترام برای شأن من به عنوان یک هنرمند قائل هستن. منو به خاطر صراحتم و به خاطر روک بودنم کسی نباید سرزنش کنه و به خاطر صادق بودنم، به دلیل اینکه من دوست ندارم برم بشینم پشت سر آدم ها صفحه بذارم. من دغدغه درونیمو ته یک استوری در پیج شخصیم، نه با خبرنگاری مصاحبه کردم نه چیزی، الان اینا بازتابای اونه که من دارم توضیح میدم که شفاف سازی بشه. من به عنوان یک بازیگر، به عنوان یک آدم تو پیج خودم یک گله‌ای از خودم کردم که ناراحتم از اینکه در فیلم متری 6.5 بازی کردم. الانم میگم من پشیمان هستم، اما از صداقت من استقبال کنین، دروغ هنرمند رو فلج میکنه. خیلی ممنون.